ثبت نام ریاست جمهوری کردیم، برخلاف تمام قوانین اومدن گفتن پرونده داره. خب معلومه که سیاسی است. باز معلومه وقتی با بنده و همکارانم هم که مدیران ارشد کشوریم بالاخره حرفمون رو میتونیم اینور اونور بزنیم، با ما اینجوری برخورد میشه، با مردم عادی چجوری برخورد میشه؟ چطور مردم امید دارن که حقشون در قوه قضایی استیفا بشه؟ نیاز به سند نیست، نیاز به مورد نیست، که گرچه سند هم داریم ما. من یادم یه روز در حیات مجمع تشخیص به رئیس محترم قوه قضاییه گفتم آقا برای چی ماه پنجم ششم داره همینطور بازداشت موقت تمدید میشه؟ بازداشت موقت یه ماهه. ایشون گفت نه اخیرا یه فردی اومده گفته من یه چیزایی دادم به آقای بقایی. گفتم خب سندی داده؟ گفت نه سند نداده، ادعا کرده. گفتم خب طبق قوانین، طبق صحبت‌های مقام معظم رهبری، طبق حرفای خود شما چنین ادعایی قابل پذیرش نیست. تا 100 سال دیگه ممکنه هر دفعه ماه تا میاد تمام بشه بازار شما یه ادعی بیان یه حرفای جدید بزنن شما تمدید بکنه. ایشون گفت نه مرده آقای بقایی فرق میکنه. من گفتم چه فرقی میکنه؟ چون ایشون پاسخی نداشت. حتی حرفای دیگه هم زدیم که من ازش میگذرم. به ایشون گفتم که خب فعلا قدرت دست شماست، ما کاری نمیتونیم بکنیم، اما اینطور نخواهد بود. خب با ما اینطوری برخورد میکنن، معلومه که با بقیه مردم چطور برخورد میکنن. یا اخوی ایشون میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه، ریاست جمهوری از خودش کنه. بزرگترین مانع بنده و همکاران هم میدونه.